سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به جلسه بعدی ما. درس خود را ادامه میدیم تا قسمت مودیفای ویدیو آپشن و آدیو آپشن رسیده بودیم که بعضی گزینه هایش مانده که امروز براتون تشریح میکنیم. خب، تا انزرت فرم رسیده بودیم، ویدیو را انتخاب میکنیم. فیلد آپشن. فیلد آپشن چی کار میکنه؟ این کارش بیشتر زمانی است که مخصوصا ما بعضی تایتل یا عنوان ها را گرافیکی جور میکنیم، یعنی در سافتر مثل افتر افکت و بعضی سافتر های دیگه نوشته میشه که حرکت های جالب داره. او کسایی که تجربه تدوین داشته باشن یا شما حتما امروش سر میخورین، وقتی او تایتل سر ویدیو میمونین، در ترک بالای ویدیو میمونین، وقتی پلی کردن کمی بسیار لرزه داره. بهترین گزینه برای زوه ای است که always گزینه چی را انتخاب میکنین؟ always the interlace. و یا اگر با او انجام نشد فلیکر ریموول یا را انجام انتخاب میکنیم، وقتی اوکی کنیم او لرزه تایتل چی میشه؟ از بین میره. گزینه بعدی ما شما تایم انترپولیشن است. ای مخصوصا برای اسپید دادن ویدیو یا سلو موشن کردن، آیسته کردن ویدیو بسیار ضرور است که یکی کار را حتما ما شما چی کار بکنیم؟ انجام بدیم که عملی ما شما در ویدیو ای را نشان میتیم. میم در قسمت فایل کنم ویدیوی که یک شخص در او حرکت بکنه. کلپ بعدی را میگیرم از یک قسمت تا یک قسمت. میم ایره اسپیدش را آیسته میکنم یا سلو موشن میکنم. اینجا وقتی که ما پلی کنیم، این سفر کلان کنم، ببینید پرش پرش میکنه چون فریم ریتش کم شده. فریم ریتش 25 بود، در وقتی دو برابر کنیم کنه داره 12، فریم ریتش 12 باشه. ببینید حرکتش زیاد خوشایند نیست، زیاد سافت نیست. به خاطر که ما این مشکل را برطرف کنیم چند گزینه داریم، دو گزینه مهم داریم که سه گزینه است. اولیش خودش انتخاب شده، دومیش و سومیش هم میتونیم استفاده کنیم. فریم بلندینگ چی کار میکنه؟ فریم بلندینگ یعنی پرش گم میکنه اما فریم ها رو به همدیگه دیزالف میزند که آلیماج عملی براتون نشانش میدیم. تا که رندر نکنیم برای شما ایرانش دقیق نشان نمیده. خوب رندر این اوت این آن میبینیم رندر شد. ببینیم حالا او پرش گم شده اما فرما به هم دیگه دیزالف است. وقتی که مثلا دست یا پایش پیش میره، یک نیمه فرم نیمه 50% است اول رو نشان میده، بعد از اون چی کار میکنه؟ تصویر اصلی ما میه، یعنی فرما به هم دیگه دیزالف میخوره. گزینه بعدیش خیلی جالب است و بیشتر میتونین از این استفاده بکنیم و اپتیکال فلوس که در این ورژن های جدید اضافه شده، این رو باز رندر میکنیم. با این طرف شما میتونید رندر کنید. هر وقت ویدیوی ما شما حالت سرخ گرفت، یعنی خط سرخ آمد، به این معنی است که پلی کردن یا خواندنش برای سافتیر یک ذره مشکل است و مشکل مواجه میشه، یعنی راحت پلیش نمیکنه، نیاز به رندر داره. وقتی که رندر کنیم هم خوان با خود سافتیر ما شما میشه، یعنی هم خوان با تایملاین ما شما میشه و باعث میشه که راحت تر پلیش بکنه و همون تغییراتی که دادیم راحت ببینیم. وقتی رندر بخواید و با رندر پلی کنیم، او تغییراتی را که دادیم دقیق متوجه نمیشیم.
چون این ویدیو زود است، یک کمش میکنم که زودتر ما نتیجه کار خدا ببینیم. اپتیکال فلو چی کار میکنه؟ اپتیکال فلو برای ما و شما میچوال فریم یا فریم های مجازی میسازه. نظر با اون تصویری که داریم، البته بعضی جای متوجه باشین که پیکسل ها رو خراب میکنه. اگر پیکسل خراب نشد بهترین تصویر رو میداشته باشیم، اگر پیکسل خراب شد بهتر است که اصلا استفاده نکنیم، چون تصویر ما و شما رو چی میکنه؟ خراب میکنه. البته نظر به نیاز میتونیم استفاده بکنیم. اگر خراب میشد اصلا استفاده نمیکنیم، اگر خراب نشد خب بهترین تصویر داریم، بهترین سلو موشن داریم. معمولا اگر فیلم سینمایی باشه، اگر سریال باشه، دمو داستان یا دمو اسکریپت یادآوری میشه که این صحنه مثلا سلو موشن است یا فست موشن است. به او خاطر دمو وقت شوتینگ میتونن چیکار بکنن؟ فریم ریت کامره را بالا برن، مثلا 50 فریم بگیرن یا 100 فریم بگیرن، نظر به امکاناتی که خود کامره داره. اوجه باز کار برای دیتر کار بسیار راحت تر میشه. بعضی وقتا ما شما مجبور هستیم مثلا دفعه یک میگن خب این صحنه را برام مثلا سلو موشن کن، یا مثلا این صحنه را مثلا فست موشن کن. نظر به او باز ما شما امکانات داریم. بازی گزینا را در ورژن های جدید پریمیر اضافه شده که کار ما شما چی شود؟ راحت تر شود. رندر ما تقریبا ده خلاصی است. حالا ببینید پیشتر در کدام حالت بود؟ من تصویر کلان میکنم. ببینید یک سلو موشن بسیار عالی داریم، نه پرش داره، نه تکان میخوره و نه دیزالو است. این هم از بخش ویدیو آپشن. خب اسکلت فریم سایز، ست فریم سایز، کار از اینا چی است؟ معمولا اگر ما یک جایی کار میکنیم، مخصوصا اگر در بخش خبر باشه یا امکان داره در بخش مستند همچنان کار میته، کمرای فعلی کم از کم فول اچ دی یا 1920 در 80 میگیره، یا بعضی وقتا 4K است، بعضی وقتا 8K است، 6K است یا 6K است. صحیح است؟ شما بعضی وقتا امکان داره کامپیوتر شما ضعیف باشه یا نمیخوایم، میخوایم تایم لاین کاری شما اما 1920 در 80 باشه. بعضی وقتا امکان داره مجبور شیم اگر خبر است یا مستند است، بعضی فیلم های قدیمی یا ویدیوهای قدیمی رو ما استفاده کنیم که او مثلا سکونس ما شما ستینگش 1920 بر 80 است، یعنی طول عرض تصویر ما شما 1980 بر 1080 است. تصویرهای قدیمی معمولا 4:3 بود، 720x576 که بسیار خورده است، یک گوشی از این تصویر جای میشه. ما شما مجبور هستیم او را چی کار بکنیم؟ کلان بکنیم. به اون خاطر اسکلت فریم سایز چی میکنه؟ تو ویدیو را فعلا نداریم، من این ویدیو را از را خورد میکنم برای شما نشان میتونم. مثلا به این انداز یک ویدیویی که استفاده کردیم به این انداز است. اسکلت فریم سایز چی کار میکنه؟ طول و فریم و طول و عرض فریم چی میکنه؟ برای شما در مطابق ستاپ سکونس شما برابر میکنه. اگر تصویر ما خرد باشه کلان میکنه، به این چوکات برابرش میکنه. اگر تصویر خرد باشه کلان میکنه. یعنی نباید چهار طرف ویدیوی شما چی باشه؟ سیاه باشه. میاییم در قسمت از قسمت ویدیو آپشن خلاص شدیم. در قسمت آدیو آپشن یک گزینه داریم به نام آدیو گین. آدیو گین چی کار میکنه؟ بعضی وقتا امکان داره صدا لول صدای ما بسیار بالا باشه، بعضی وقتا امکان داره صدای لول صدای ما شما بسیار پخش باشه. ما اینجا در قسمت اجست آدیو گین بای اینجا هر قدر عدد بتوم صدا لول صدای ما شما بالا میره، هر چقدر منفی عدد بتوم لول صدای ما شما چی میشه؟ پخش میشه. بر کنترل صداست. خب با تشکر جلسه امروز ما به اینجا به پایان میرسه. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.